بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند، تیره بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد، شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد. تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی، تهران 1319، ارائه‌ای از بنیاد آینه. یک لایحه دیگری از بست نشینان. بسم الله الرحمن الرحیم. معروض رأی برادران ساکنین تهران و مسلمانان آن سامان می دارد که شما را قسم به حق آن خدایی که به عقیده خودتان او را شناسا هستید و پرستش دارید، لحظه ای پنبه غفلت را از گوش دل بردارید و با دقت نظری در این بیان قاصر نمایید که به متابعت قول خدا و ما ارسلنا رسولا الا بلسان قومهی جمیع مطالبش قریب به فهم عوام نوشته شده و ببینید اگر نشانی از حقانیت دارد، بی تأمل از روی انصاف تصدیق هیئت مهاجرین زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم را بفرمایید تا حدیث شریف مسلم المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه شامل حال شما بشود و مستوجب سخط و غضب پروردگار نشوید و به آواز بلند به همه شما میگویم ای کسانی که نظر به سلسله مخلوقات و آثار آفاقیه و انفسیه و براهین عقلیه و دلایل نقلیه و سبقه الهیه انکار وجود صانع ندارید، بلکه بت‌پرستان هم نظر به آیه شریفه ها اولا شفعاؤنا عند الله، بتان خود را شفیعان در نزد خدای منان می دانسته، نه خدای زمین و آسمان، و از برای خدای خود در خلق واسط ها که انبیا بودند قائلید و محمد ابن عبدالله را خاتم النبیین می دانید و از برای او خلفا و اوصیاء دوازدهگانه معتقدید و این اقرار لسانی و اعتقاد قلبی را ایمان خود و اسباب نجات خود دانسته اید و به مقتضای آیه شریفه انما المؤمنون اخوه هم مذهبان خود را تا چندی قبل برادران دینی و اخلاء ایمانی خود را اصدقاً روحانی یاد می کردید و الفت و زیارت و ضیافت و قضاء حاجت احیاء ایشان و عیادت مرزا و مشایعت موتا ایشان را عبادت و موجب نجات دارین خود می دانستید و ارواح آبا و اجداد و امهات خود را از تلاوت قرآن شاد می ساختید و علماء اعلام و پیشوایان اسلام را که نظر به فرمایش علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل مثل پیغمبران میپنداشتید و نظر به فرمایش علما ورثه الانبیا وارثان ایشان واجب الحرمه میدانستید و اگر خطایی از ایشان به نظر می آوردید میگفتید جاهل را به عالم بحثی نیست و هر نقصی را بر جهل خودتان وارد می نمودید و می گفتید چشم کج خیش را به درار تا دیده نبیندش به جز راست و به متابعت حضرت ختمی مرتبت من اکرم عالما فقط اکرمنی هر گونه اعانت و خدمات را نسبت به ایشان روامند بودید و هرگاه پریشانی در امور زندگانی روی می داد به فرمایش دنیا سجن المؤمنون و جنت الکافر خود را تسلیت می دادید و در کثرت ظلم و جور زمان
خود را نظر به حدیث یملع الله بالارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جارا چون عدالت تامرا منحصر به زمان ظهور حضرت حجت می دانستید، لحاظا منتظر قدوم معدلت لزوم آن حضرت بوده اید، الحال چه واقع شده است میان ما و شما ای صاحبان این عقاید مذکوره؟ در این مدت قلیله که سست عنصری خود را نشان این و آن داده اید و به محض آن که سید مجلس معدلتی از برای طغیان ظلم ظلام و جور و عدوان بلند شد و مجدانه از سلطان عصر خود خلدالله ملکه خواهش نمودید که سلطنت وحدانیه و منفردش منبسط در جمعی از نفوس بیغرز و متدین دانشمند بشود، ولی فقط در امور دولتی تا تسویه به قدر امکان در امور معیشت رعیت پیدا بشود. ناگهان دیده شد که روزنامه هایی به همه رسید در تعداد بیش از 80 و شبنامه ها و اعلاناتی از این طرف و آن طرف، همه آنها محتوا بر سخنان سخیف و کفریات گوناگون و هرزگی های رنگارنگ و به دست شما ضعف الایمان افتاد که بدل نمودید ادعیه و اذکار و تلاوت قرآن صباح و مساء و عزاداری های حضرت سید الشهدا را به خواندن و تصدیق آنها یا سکوت در آنها، در صورتی که شما همان کسانی بوده اید که در 3 سال قبل در مجلس روضه مسجد میرزا موسا از استماع روزنامه حبل المتین کلکته که نوشته بود مردم کرورها لغوان خرج زیارت خامس آل عبا کنند و یک مشت خاک به اسم تربت آورند و مخارجی در راه حج کنند و در عوض قدری آب شور و تلخ به اسم زمزم آورند، صدای خود را در ناله و گریه به آسمان رسانیده بودید. الحال از کثرت انس روزنامه ها ادراک و شعور شما تغییر کرده و رغبت به معاشرت فرنگیان و فرنگی مآبان و طبیعیان و لامذهبان پیدا کرده اید و جلیس یهود و نصاری و مجوس و فرقه زاله بابیه شده اید و مانند کسانی که منکر خدا، رسول و اوصیا و آیات قرآنی و اخبار نبویند شده اید و به سخنان بیهوده و وعده های بی اثر 4 نفر دنیا پرست لامذهب مکار که انتظار آبادی مملکت و زیادتی ثروت و آزادی رعیت را به شما می دهند فریب خورده اید و از مؤانست علما و ابراز و اخیار صاحبان دیانت و حجج اسلامیه و مقتدایان نماز خود که مادام العمر به ایشان اقتدا داشته اید سرپیچان شده و عداوت ورزیده اید. با خود گفتم سبحان الله، مشکل دوتا شد. یکی بروز این همه روزنامه کفرآمیز در مدت قلیله از ابتدای بروز این مجلس ملی، دوم عود شما مردم نماز جماعت کن مسئله دان شب زنددار لیاله جمعه حضرت عبدالعظیم از اعتقادات قلبیه و عقاریر لسانیه و تبعیت اهل زلال در گفتار و رفتار. پس هاتف غیبی در حل این دو اشکال به این منوال جوابم داد که ای فقیر منزوی که مادام العمر وقت ضرورت مانند کر و کور و لال مشی بین الناس می نمودی و خود را در قید اطاعت فرمان امیر مؤمنان ترکت دنیا الخصه شرکاها و کسره اناها و قله بقاها در آورده بودی و همواره افعال مؤمنین را حمله بر صحت می نمودی و مردم را از اذیت یدی و لسانی سالم گذاشته بودی، مگر ملتفت کید اشرار و مکر فجار نشدی که دزدان ایام دنبال بازار آشفته می گردند و هر مجلسی که در این زمان برپا شود و 10 نفر در او جمع آیند، 4 نفر طبیعی، 1 نفر بابی، 2 نفر فرنگی معاب و 3 نفر هم شیعه اثنا عشری
آن هم جاهل مرکب یا عامی محض یا تابع شهوت و بنده شکم که معنی فهم را نداند، فضلاً از آن که ادراک خیر و شر را بنماید، پس چه خواهد بود حال مجلسی که به اسم معدلت منعقد و عددش 130 نفر از وکلا و منتخبین باشد، که البته در این مجلس همه قسم از مردم مذکور خواهند بود. به علاوه حاشیه نشینان که اشتر و مرزات المخلوق به سخط الخالق و در این چند روز دنیا فروختند، حضوز اخرویه خود را به دراهم و دنانیر پست دنیا که این مردم سالهای زیادی انتظار امروزی را داشته و تخم تهیه آن را در اراضی ایرانی می کاشتند، از انعقاد مدارس جدیده اطفال و بردن اطفال نابالغ را با آن مدارس از برای طبیعی کردن ایشان و تشبه به فرنگیان در عینک، چوب دستی و سرپوست خیکی و ستره و شلوار و عروسی صدادار و شاشیدن به دیوار برای بردن دین احمد مختار، تا امروز این مجلس شورای ملی فراهم شده، دستاویز لامذهبی ایشان گردیده و این گونه روزنامه ها را اسباب کار خود کرده و در مستضعفین اسلامیان انداخته و رواج داده، اکثر مردم را از بی اطلاعی از حقایق امور فریب داده و از عقاید اولیه که درباره اخبار، ابرار و علما داشتند برگشته و ذکر خیر ایشان الحال به سوء و مذمت مبدل شده و این نتایج خبیثه و عواقب وخیمه کاشف از عاریت ایمان ایشان بود و کثرت حیله و مکر و خدعه و کذب و قساوتشان. ای برادر دینی، مجلس کجا و مذهب کجا؟ تو رفتی مجلس برای تعدیل امور دولت فراهم کنی یا اظهار مذهب که این روزنامجات را محرک شده و مردمی را برای افساد بر منبر بالا می کنی و گوشه و کنار مجلس چهار نفر را برای تصدیق آنها می نشانی که صدای خود را بلند کنند و سایر مردم را به شور و قوغا آورند، و اگر از کفریات آن روزنامجات سؤال کنی می گویم از جمله روزنامه حبل المتین مذکور در باب زیارت خامس آل عبا و حج بیت الله که امروز دنباله آن را این حبل المتین در روزنامه 183 مرتبه و قتل عثمانی را در ارومیه بهانه ترک رفتن به خاک روم و زیارت کرده که مردم به اسم تلافی زیارت را موقوف کنند، و دیگر اعلان مجاهدین قفقازیان است که به تهران فرستاده شد و به نجف اشرف هم رفت و از آنجا علما به تهران نوشتند، و در روزنامه 143 مجلس درج شده که دین پیغمبر را کهنه نوشتند و پیغمبر و عیسی را شاگرد سیاسیدانهای اروپا و علمای سیاسیدان این زمانه گفته، و در ذکر اخبار رسول و امام تهدید به قتل، اسیری و نهب اموال نموده و نوشته بعد از این به مزخرفات کهنه گوش نخواهیم داد و بیشتر از این فضولی نکنید، و در روزنامه سور اسرافیل دین پیغمبر را بازیچه خبر داده، و در روزنامه کوکب دوری آبا و اجداد خود را در عقاید و اعمال سابقه ابله و احمق یاد کرده، و در روزنامه 13 عراق عجم مجلس شورا را تعلی کعبه و بیت العتیق بلکه به بعضی عبارات اشرف شمرده و مردم را امر به توجه او حتی عند الموت کرده، و نیز در لایحه معروفه فرمایشات نبی را از اثر گوشت سوسمار و بخار شیر شتر دانسته، و در کتاب طالبوف صرف ازهیه و قربانی و زکات را سفاهت شمرده، چنان که فخرالاسلام در روزنامه خود زکات فطره و نذورات شمع شب عاشورا و سایر خیرات را از تحت قانون خارج نام برده، و در کوکب دوری تحصیل علوم دینیه و فقیهه را تضییع عمر شمرده و گفته که انسان باید در ترقیات سیاست و ازدیاد ثروت براید و این احمق ندانسته که امر رزق اجل با خداست.
ای بسا مردم که تدبیرها در حفظ و جلب رزق کرده و به جایی نرسیده و اگر هم رسیده یا عمرش سر آمده و یا از دین به در رفته. ان الانسان لیطفا ان الراه استغنا. ای مسلمانان با انصاف، خود تصور نمایید که آیا این توهین علم و تخریب و توهین احکام شریعه است یا نه. و نیز در کوکب دوری حواله کننده به شمشیر ابوالفضل را مسخره کرده و در شبنامه امام زمان را موهوم نوشته و در روزنامه ندای وطن فاحشه‌خانه و شراب فروشی را برای مخارج تنظیمات بلدیه و تعمیر خانه ها لازم شمرده و در روزنامه تنبیه علمای مذهب جعفری را به صورت حیوانات کشیده، چنانچه در روزنامه زشت و زیبا صورت پیغمبر صلی الله و سلطان محمد علی شاه را در دو صفحه کشیده و پیغمبر صلی الله را مقنن سیاست مملکت عربستان گفته و بس و مخالف قرآن شده و متصل در هر انجمنی فریاد زنده باد آزادی و برادری و برابری زنند که به این آوازهای تجری ایشان به جایی رسیده که مرد یهود با طفل مسلم لواط کند و دیگری متعرض زنان عفیفه می شود و از جمله کارها مساوات کردن بین یهود و نصاری و مجوس و مسلمان است که همگی در احکام حدود مساوی باشند. پس من به شما میگویم وای بر شما مسلمانان که شما خواندن این روزنامه ها را مایه ترقیات و ادراک خود دانسته اید و مخارج زن و بچه خود را صرف آنها کرده اید که از اهل اسلام و علما براءت پیدا کنید، به درجه ای که گویا با ایشان همکیش نبوده اید و این علما را که بعد از غیبت کبرا حجت بر شما هستند به هزار معایب و اخذ درهم و دینار متهم هم ساخته اید و مخالف مجلس نامیده اید. با اینکه این مجلس مجلسی باشد که بعض اجزای آن که بدنام کننده دیگرانند چون شب درآید در خانه های یکدیگر درآیند و تا صبح صرف شراب و عرق و عیش نمایند و ظلمش صد برابر زمان استبداد شده، زیرا که در استبداد اگر یک نفر ظالم بود الحال از اخذ رشوه و ظلم های گوناگون مجلسیان صد ظالم پیدا شده و جمیع مردم از جمیع کسب و کار و مدد معاش افتاده اند و مخالف این گونه مجلس را مثل منکر ضروریات دین که نماز و روزه و حج است بیدین شهرت دادند. ولی علما کسانی هستند که از مهد تا لحد جمیع عبادات و معاملات و عقود و انکه و ایتاعات و آبادی دین شما به دست ایشان است، مگر نه این عداوتها و فتنها از تأسیس این مجلس شورای ملی شده که از حدوث این امر عظیم و اختلافات مردم برای دزدان دین که زنادقه و آزادی طلبانند بازار آشفته پیدا شد و خود را در مجلس درآورده و امور مجلس را از اهلش گرفته و مجلس را دستاویز عقاید فاسده و افعال شنیعه ساخته و محترمین از زراری رسول را و اهل عفت و طلاب دینی آشکارا از چوب ستم مجروح نمایند و جمیع علما و عوام را به هم انداخته و چون غرضشان تخریب قوانین محمدی است خوشحالی می کنند و حال آنکه مجلس برای مطالب دولتی تأسیس شده نه برای امور دینی و اگر راست می گویند چرا راضی نشدند که 3-4 فقره مطالب شرعیه که منظور حضرت حجت الاسلام نوری و ممضای علمای بزرگ نجف اشرف دامت برکاتهم است و تلگرافات عدیده و مرقومات کثیره فرستادند، در نظامنامه اساسی درج شود که این همه تهمت ها از آن طرف و لوایج رفع اشتباه از این طرف پیدا نشود. یریدون لیطفا نور الله به افواههم و یعبی الله الا ان یتم نورهی. مسلمانان انصاف بدهید، آیا این مردم مخرب مجلسند یا کسانی که در ابتدای تأسیس این اساس بزرگ مجلس ملی جد و جهد ها کرده؟
زحمت بی منتها برای اصلاح قانون خارجه کشیدند، به محض آنکه برای تهذیب مجلس از منهیات شرعیه در لایحه خود از جانب قاطبه اعلامیان نوشته که این مجلس باید از روی قانون محمدی باشد، 4 نفر زنادقه و طبیعیه عکس مراد خود را از این مطلب فهمیده که آزادی مطلق باشد، عداوت با آن بزرگواران ورزیده و در صدد شتم و قتل برآمده و گروهی از اهل اسلام هم که مؤمن و مسلم ظاهری‌اند با آنها همراهی کرده و به درجه با آن بزرگواران عداوت ورزیده که ناچار به زاویه مبارکه حضرت عبدالعظیم علیه السلام پناهنده شده اند و شما اینقدر بی توفیق شده اید که در این زمان امتحان که ادعای یاری امام زمان را دارید، عوض آن شمشیر زبان را برداشته اید و به جان نواب آن حضرت افتاده اید. آفرین، آفرین بر دین و ایمان شما. مگر ندانسته اید که خدا هرگز زمین را از حجت خالی نگذاشته و آن حجت انبیا بود و یا اوصیا و به هر پیغمبری از ورای امور معاد و معاش امت قانونی در کتب آسمانی فرستاده و به پیغمبر ما که اکمل جمیع انبیا بوده است از برای امتش که اکمل امم سابقه بودند قوانینی در قرآن فرستاد که اکمل جمیع قوانین سابقه بوده است که تا روز قیامت بماند و حاجتی به قانون اروپا و آلمان مثلا نداشته باشد و اگر قانون این پیغمبر خاتم ناقص بود بر خدا لازم بود که بعد از آن حضرت پیغمبری بیاورد و قانون عطا نماید تا حجتش بر خلق ناقص نماند و جزاء سوء اخروی از روی ظلم نشود و می‌بینیم کسی را نیاورده، بلکه قانون آن حضرت را گوشوار گرانبها همه مردم خارجه کرده که امروز قوانین خود را از آن قانون اقتباس کردند و بعد از انبیا و اوصیا علماء تارک هوا حافظ دین خدا و تابع امر مولی مکلفند و مأمور آن قانونی را که یدن به ید به ایشان رسیده به مردم برسانند و مردم مقلد ایشان باشند. پس چرا ای امت سرکش طاغی این همه توهین و استخفاف به این علما می نمایید و در چنین وقتی که از مذاهب مختلف هرج و مرج بسیار و قتل بیشمار در اکثر بلاد پیدا شده دین و آیین خود را فراموش کرده در نهایت راحت نشسته اید و در صدد فحص از علمای با دین و مهاجرین بر نمی آید که متصل داد دین و صدای وا محمدا وا قرآنا بلند دارند؟ ای اهل اسلام، مگر پیغمبرتان نفرموده اهانت عالم اهانت من و اهانت من اهانت خداست و رد بر علما رد بر من و رد بر من رد بر خداست؟ مگر نمی دانستید که هر گونه فسادی ظاهر شود از مخالفت شماست و خللی در دین علما ظاهر نخواهد شد؟ ای بسا انبیا و مرسلین و خلفاء راشدین و علماء عالمین که قتلها در حفظ دین از جور معاندین دیده و از شتم و طعن و لعن آنها تزکیه حاصل کرده اند، ای تاب این هوا و هوس، چرا صدای حق علما را به باطل گوش زد مردم عوام می کنید و شیاطینوار در دست و پای مردم ابله افتاده اید و متصل مکاتبات علما و تلگرافات آقایان و حجج اسلامیه نجف اشرف را مخفی و یا تغییر داده به طبع می رسانید و متصل اشتباه کاری می کنید و از آیات و اخبارخانی و نویسی خود در منابر و روزنامه جات بیشتر از مهاجرین زاویه مقدسه داد مسلمانی می زنید؟ مانند بنی امیه که به آیات و اخبار قتل سیدالشهدا علیه السلام را واجب کردند و در صدد آن نیستند که 4 روز بعض از اهل منبر مفسد و روزنامه های فاسد را موقوف بدارید و این همه انجمن ها که اسباب اختلال امور معاش همه مردم است برپا نکنید، شاید
امر این مجلس عظیم انجام پذیرد. شماها که در حقیقت به قانون خارجه هم رفتار ندارید، مگر نشنیده اید که در انگلیس مجلس منحصر به یک مجلس پارلمان است و شما هر دسته و در هر گوشه تهران مجلسی به یک اسم و رسم برپا نموده اید و اسباب ها از برای دخل خود فراهم کرده اید. ای اهل اسلام، آیا رواست که مملکت مملکت اسلام و سلطان سلطان اسلام و علما علمای اسلام و قانون قانون محکم قرآن باشد؟ چهار نفر لامذهب به خیال فاسد و تمهیدات باطله قانون اجانب را در مملکت اسلام جاری نمایند و حال آنکه با وجود 30 کرور مسلم البته اختلاف و نزاع پیدا می شود و هرگز این امر عاقبت پیدا نخواهد کرد. پس شما به علاوه آنکه عقل ایمان ندارید، عقل معاش هم ندارید و داد اسلام و عقل می زنید. ای لامذهبانی که اهل اسلام را به هم انداخته اید، چرا کماف سابق مشی ندارید و از وجود نابود خود مجلس را معطل گذارده اید و همه مردم را وعده اتمام قانون می دهید؟ آیا گمان می کنید که می توانید 40 کرور مسلم را لامذهب نمایید و لا هنوز غیرت اسلام نرفته؟ علمای تهران و سایر بلدان جایی نرفتند. نمی توانید که آزادی مطلق را در بلاد اسلام جاری کرد، اگرچه به مقاتله باشد و این قتال ها مشید امر مجلس و موجد مراد شما نخواهد بود. بگذارید عموم مردم اتحاد ورزند و به قانون محمدی این مجلس را منظم دارند. ثم الكلام والسلام على من تبع الهدى. بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند، تیره بخت‌تر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد، شوربخت‌تر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد. تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی، تهران 1319، ارائه‌ای از بنیاد آینه.